یه وقت اشتباهی نیومده باشی؟ مطمئنی همینجاست؟ آدرسی که فرهاد ابراهیم از روی سیگنال موبایل پیدا کردن همینجاست. فکر نمی کنم اشتباه کرده باشن. خدایا کمک کن اونو دستگیر کنی. بیگناهی خواهرم ثابت بشه. خودشه دایگو. بودو داره فرار میکنه. وایسا. گفتم وایسا، فرار نکن. ببین اینجاش خیلی خنده داره. خنده داره، چرا خودت نمیخندی؟ میخندم، خیلی بامزه است. لعنتی، تو کدوم سوراخی قایم شد؟ علی؟ گرفتمش. بیا. اینا رو از کجا آوردی؟ چرا اینقدر زیاد گرفتی؟ در واقع تو فندقی دوست داری، ولی من همه جورشو گرفتم که مزهشو بچشی. شکلات باعث تولید هورمون شادی میشه. باید همه اینا رو بخوری. همشو؟ چجوری همشو بخوره؟ یعنی چی؟ اینقدر ناراحت به نظر میرسن؟ شوخی کردم. حتی موقعی شوخی کردنم جدی. اما ببین تو رو خندوندم. هر وقت احساس ناراحتی کردی یه دونه بخور. این کارا رو به خاطر من میکنی؟ فقط به خاطر اینکه من بخندم؟
الو یمان. سلام فرهاد. دوباره باید یه چیزی ازت بپرسم. به کمکت نیاز دارم. آره، در مورد اونه. یه خواب دیده، یه خواب بد. تمام روز تحت تأثیر همون بود. هر کاری کردم روحیش عوض نشد. قبلنا چی خوشحالش میکرد؟ چی باعث میشد بخنده؟ شاید بتونی کمکم کنی. راهی به ذهنت میرسه؟ اینقدر به هم اهمیت میدی؟ فهمیدم فرهاد. خیلی ممنون. کازم بره تیم پزشکی رو بیارید. دیابت داره، باید بهش شامپول بزنن. یه چیزی هم واسه خوردن بیاری. خب، هنوزم پای حرفت هستی؟ بعد از آزاد شدن یاسمین گفته بودی میبریمش با هم ساندویچ بخوریم. خیلی بهش نزدیک شدیم. یاسمین به زودی آزاد میشه. بالاخره این یارو همه چی رو اعتراف میکنه. ممکنه مریضش هم دروغ باشه. شاید به خاطر فرار از بازجویی این دروغ رو بهمون گفته. به احتمال زیاد همینطوره. علی، به لطف تو به فکرت رسید که دنبال قاتل اصلی بری. بالاخره تو گیرش انداختی. 100% کار خودشه. از رفتار و حرکاتش معلومه. بدون اینکه چیزی بگیم گفت محل جنایت کجاست. حق با توی تویکو، دیگه کارش تمومه. بذار سر حال بشه و فردا وکیلشم بیاد. این کار تمومه. یه قدم تا رسیدن به حقیقت فاصله داری. هر چقدر ازت تشکر کنم بازم کمی. نیاز به تشکر نیست. همین که ساندویچمونو بدی برامون کافیه. باشه، اون دیگه با من. یه زن و شوهر کنار یه جنگل یه جای خیلی خوب پیدا میکنن و چادر میزنن. بعد آتیش درست کردن و برای خودشون غذا پختن و خوردن. بعد رفتن تو چادر و خوابیدن. بعد از چند ساعت زن شوهرشو بیدار میکنه و با نگرانی ازش پرسید به بالا نگاه کن چی میبینی؟ اون مردم سرشو بالا آورد و خیلی خونسرد و عادی گفت آسمونو میبینم. ببین چقدر خوبه؟ هوای آزاد و میلیون ها ستاره تو آسمون. باشه اما سب کن، هنوز تموم نشده. بعد وقتی زنه گفت حالا با دقت ببین چیز دیگه ای میبینی، مرد یکم تو فکر فرو رفت. بهش گفت بزرگی آسمونو، بزرگی آسمونی که ما در مقابلش انقدر کوچیکی. به لحاظ علم نجوم و جدیت ستاره ها و سیاره ها رو میبینم و از لحاظ هواشناسی میتونم پیش بینی کنم که فردا هوا خیلی خوبه. اما مهمتر از همه، هیچ کدوم از ستاره هایی که تو آسمون میبینم از تو زیباتر نیستند. بعدش چرخید سمت زنش، گفت تو برای چی سوالا رو میپرسی؟ اونا بهش گفت که مرد گنده، مگه نمیبینی چادرمون رو دزدیدن؟ تموم شد. با مزه بود. تو خیلی قشنگ تعریف کردی. نمیدونستم جوکم بلدی. قدیما یه جایی خونده بودمش. باشه اما چرا برای من تعریف کردی؟ به همون دلیل که تو برام تعریف کردی. به همون دلیلی که از صبح داری تلاش میکنی منو بخندونی. پس موفق شدی. چطور مگه؟ یعنی الان خندیدی؟ آره خیلی خنده‌دار بود. بیا حاضر شیم و بریم. وقت دکترت نزدیک شده. در مورد خانوادت به آقا عزیز بگو. اون مشاورای خوبی میده. باشه. اما تنها در مورد کابوسی که دیدم بهش نمیگم.
بهش میگم من آدم خیلی خوششانسیم که یه نفر انقدر برام ارزش قائله. راستش من قرار بود واسه نازلی دمنوش ببرم، یه خورده مریضه، فراموش کردم. دختر خوبیه، خیلی مهربونه، من برم سریع آمادش کنه. باشه. پس چادر رو دزدیده بودن. وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم جناب سرهنگ. ایشالله به زودی به خواهرت میرسی. ممنون کشال، ایشالله. این مدت همه تون خیلی زحمت کشیدین، ازتون ممنونم. ما وظیفمون انجام دادیم. کشال، یادته تو اون روز به من گفته بودی که علی رو برای غذا دعوت کنم؟ میخواستی به هم جرأت بدی که حسمو بهش بگم، یادته؟ منم بدون اینکه چیزی بگم برگشته بودم. آره، اون روز یه اتفاقی افتاده بود. افتاده بودم تو تله‌ای که ولکان برام گذاشته بود. اگه اون روز احساسمو به علی میگفتم همه چی متفاوت میشد. من میخوام ازت معذرت خواهی کنم. تو این مدت مجبور شدم که تو رو از خودم دور نگه دارم. بعضی وقتا دلتو شکستم. ولی الان میتونی دلیلشو بفهمی. نیازی به معذرت خواهی نیست. روزای بعدی رو گذروندی. ما همه همیشه کنار تیم، اصلا نگران نباش. خب پس الان قراره چی بشه؟ یعنی سرهنگ علی؟ اول بذار اعتراف این یارو رو بگیریم، ثابت بشه که آیا قاتل هست یا نه، یا سمین آزاد بشه، بعدش به بقیه چیزا فکر میکنی. خب تقریبا تونستیم پرونده رو حلش کنیم. حالا حقمون نیست جشن بگیریم؟ ها؟ جناب سرهنگ نظر چیه؟ چرا که نه ابراهیم، واقعا فکر خوبیه. من و تو با هم میریم برای غذا خوردن. راستش من امشب یکم کار دارم، معذرت میخوام. خیلی خوب جناب سرهنگ دویکو، مجبوری من و تو تنهایی بریم جشن بگیریم؟ آره ظاهره. جناب سرهنگ سوء تفاهم نشه، به من ربطی نداره، اما فکر کنم میخواد حرف دلشو بهت بگه. بعدش تو دریایی به اون آرومی موجای خطرناکی ظاهر شد. آسمون با ابرای سیاهی پوشیده شد. طوفان شدیدی بود. با گریه از خواب بیدار شدم، اما هنوزم فکرم درگیرشه. بله، درست مثل اتفاقی که تو کشتی براتون افتاد، تو یه روز خوب و آروم، زمانی که اصلا انتظار نداشتین افتادین. ممکنه این ترس هنوزم درونتون وجود داشته باشه که تو لحظه‌ای که کاملا احساس امنیت دارید همه چی رو از دست بدید. دیروز رو چطوری سپری کردین؟ دیروز تولد یوسف بود. روز واقعا قشنگی بود.
تو واقعا زیبایی. ذهنمون گاهی اوقات خاطرات بدی رو که تحت تاثیر قرارمون میدن و حفظ میکنه. با اینکه میدونه بهمون صدمه میزنه ولی چون واقعیت دارن قبولشون میکنه. اما باید بهش یادآوری کنیم که خاطره های گذشتمون فقط به همون لحظه خلاصه نمیشن. واسه جاباز کردن برای تجربه های جدید باید اون خاطره ها رو ول کنیم و اجازه بدیم که برن. به خاطر همینم الان ازتون میخوام چشماتون رو ببندین و همه ی لحظات خوشی رو که در طول هفته تجربه کردین رو به یاد بیارین. برای اینکه اون کابوس رو فراموش کنین بهتره به لحظات خوب فکر کنین. به خاطر آوردی؟ همینطوره؟ نترس، من پیشتم. دیگه جات امنه. باید همشو بخوری. همشو؟ چطور همشو بخورم؟ یعنی چی؟ اینقدر ناراحت به نظر میرسم؟ شوخی کردم. حتی وقتی شوخی هم میکنی جدی. ولی ببین تو رو خندوندم. هر وقت احساس ناراحتی کردی یه تیکه بخور، بهتر میشی. یه بار دیگه فهمیدم تمام لحظه های خوب من اونه. من این هفته فهمیدم که دیگه برام مثل غریبه نیست. خودم رو نزدیک به اون حس میکنم. هر اتفاقی هم واسم بیفته یکی هست که به خاطر من تلاش میکنه و ازش مواظبت. احساس میکنم آدم خوششانسیم. و من مثل این که بهش اعتماد دارم. عزیزم، دخترم، عزیز دلم، خدایا، خدایا هزار مرتبه شکرت. دایگو داره تموم میشه مگه نه؟ این کابوس داره تموم میشه، دخترم بر میگرده مگه نه؟ انشالله مامان جون، داره تموم میشه. دایگو، دختر گلم، مامان جون اگه تو نبودی من باید چی کار میکردم؟ باشه به هر حال، یالا تو برو، علی رو منتظر نذار، آماده شو. منم این خبر خوبه به سلطان خانم میدم، باشه؟ یالا. سهر خانم، نازلی
گفته بودم دیگه به هم سهر خانوم نگو. گلو چطوری؟ خوب شدی؟ خوب شد دیدم اعتمارم برای دمنوش آورده بودم. خیلی ممنونم. الو آبجی لیلا، منم. واسه تشکر کردن بهت زنگ زدم. تو زندان همیشه هوامو داشتی، بیرون از زندانم بهم کمک کردی. بازم خیلی ممنونم. قابلی نداری خوشگلی. شناسنامت چطوره؟ بچه‌ها خوب درست کردن؟ والا عالی درستش کردم. کم مونده بود خودمم باور کنم که نازلی گنچم. الانم اومدم به آدرسی که روی کاغذه. اگه این کارو به دست بیارم همه چی از نو شروع میکنم. دختره وقت حامله شد از کار استفاده. منم سری یاد تو افتادم. بی سر و صدا کار میکنی و پولتو میگیری. خیلی ممنونم. ببینم بهتر شدی، اینو بگو بهم. به خاطر فرار از زندان رگتو زدی دختره دیوونه. برا فرار از زندان نبود. نتونستم طاقت بیارم. نتونستم بدون اون زندگی رو تحمل کنم. وقتی دیدم تو بیمارستان شرایط فراهمه، منم فرار کردم. جای زخممم فعلا خوب شده. به مرور زمان بهترم میشه. الان درست همون جاییم که به هم آدرس داده بودی. بازم خیلی ازت ممنونم. موفق باشی. مواظب خودت باش. مطب دکتر عزیز کارا به یک خدمتکار نیاز دارد. ببین به چه روزی افتادم. ببخشی یه لحظه بایستگیم شناسنامتون افتاد. حالتون خوبه؟ یعنی چی؟ این منو نشناخت. انگار حافظش کلن پاک شده. خوبم، خیلی ممنون. اینجا چه خبره؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ بیا بریم. شما؟ فکر کنم یادتون اومد. من تازه اینجا استخدام شدم، خدمتکار هستم. جدی میگی؟ تبریک میگم. به لطف شما اون روز شناسنامم گم نشد. خیلی ازتون ممنونم. اگه یه چیزی نیاز داشتین خجالت نکشین، من در خدمتم. خیلی ممنونم. اسم من نازنین. منم سهرم. شما آشفته به نظر میایید. اینجور مواقع بیسکویت باعث میشه آدم آروم بشه. لطفاً بخورین که بهتر بشی. خیلی ممنونم. آره یکم مضطربم. همه یه مشکلی دارن دیگه. ولی باید امید داشته باشیم. همه چی درست میشه. ایشالله. شما ظاهراً آدم قوی به نظر میای. من مطمئنم شما از پس هر جور سختی برمیای. خودتون رو ناراحت نکنی. حتما. سحر خانم بفرمایی.
به خاطر همه چی ازتون ممنونم. چه خانم خوشگلی بود. آدم خیلی خوش قلبی به نظر می رسید. ایشالله مرضیش خیلی جدی نباشه. فکر کنم این حادثه باعث شده که حافظش رو از دست بده. پس الان فهمیدم چرا منو نشناخت. همیشه تنهایی میاد اینجا. با شوهرش میومد، اما الان مرد بیرون منتظره. آقا عزیز اینطوری خواست. الان بازی شروع میشه. سحر خانم، فکر کنم بهتون سخت گذشته. میخواین یه لیوان آب خنک بخورین بعد بریم؟ خیلی ممنونم خانم، راستش خوب میشه. بفرمایید. پس بریم تو آشپزخونه لطفا. اینطوری شد دیگه. به خاطر نیاوردن خیلی سختی. هر کسی که میشناختم برام مثل غریبه ها هستن. سعی دارم همه رو از اول بشناسم، حتی خودمو. من تجربه نکردم، اما میتونم درکت کنم. مطمئنم خیلی سخته. امیدوارم همه چی براتون خوب پیش بره سحر خانم. امیدوارم خاطرات خوبتون دونه بدونه یادتون بیاد. سحر، میتونی سحر صدام کنی؟ شما خیلی لطف داری. عافیت باشه. ولی اینجوری که نمیشه نازلی، باید خوب از خودت مراقبت کنی. من دفعه بعد که اومدم برات دم نوش میارم. شما خیلی خوش قلبی. من شما را مثل یه دوستی که قدیما خیلی به هم نزدیک بوده احساس میکنم. خیلی ممنونم. جلسه مشاوره چطور گذشت؟ امروز خوب بود. برای اولین بار قدم برداشتم به سمت اون. به دکتر گفتم که بهش اعتماد دارم. این واقعا خیلی خوبه. ولی تو ناراحت به نظر میای. چی شده؟ چیزی نیست. گفتن این خیلی سخته، اما قایم کردنش هم درست نیست. فکر میکنی کسی که اونو شناختی، شایدم خیلی خوب نشناختیش سحر.
وای خدایا شکرت که این روزا رو هم دیدم. مطمئنم همه چی درست میشه. من وقتی منتظرم و حوصله‌ام سر میره. راه بیافت. تو راجبه چی حرف میزنی نازلی؟ یومان کرمانی در دادگاه حاضر می شود. مظنون یومان کرمانی که متهم به انجام 12 جرم هست و در دادگاه پرونده دارد در برابر قاضی حاضر می شود. 3 نفری که تحت بازداشتند شهادت دادند که یومان کرمانی با اسلحه خود انتقام گرفته است. اون یه تجارت پیشه موفقه یا رئیسه که باند خلافکارا رو مدیریت میکنه؟ یومان کرمانی یک نفر رو روانه بیمارستان کرد، شخصی به اسم اوزان که با مرد دست و پنجه نرم میکند. یعنی چی؟
علی؟ نازلی، این خبرو چه معنی داره؟ معذرت میخوام سحر، شاید از حدم گذشتم، اما اگه بهت نشون نمیدادم عذاب وجدان میگرفتم، چون من خیلی از تو خوشم اومده. تو حافظتو از دست دادی، منم با خودم فکر کردم که این چهره یامان کرمانی رو نمیشناسی. گفتم شاید برای تو خطرناک باشه. باشم، تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ من این اخبارا رو قبلا میدیدم. وقتی گفتی خانم یامان کرمانی هستی، اولین چیزی که به ذهنم رسید این خبرا بود. بیشتر از اینام وجود داره. اینایی که بهت نشون دادم فقط چند تاشه. با خودم تصمیم گرفتم که اینا را بهت نشون بدم. اگه از حدم گذشتم منو ببخش. گفتم شاید خبر نداشته باشی. نداشتم. اون واقعا ممکنه همچین آدمی باشه؟ یه مجرم خلافکار، یه وحشی بیره، یعنی ممکنه اینا درست باشه؟ شاید این خبرها درست نباشن، شاید مبالغه کرده باشن. بهتره برم از خودش بپرسم. هر کاری که دوست داری همونو انجام بده، اما خوب فکر کن. به نظر تو اگه واقعا همچین آدمی باشه، اگه بپرسیم صادقانه جواب تو رو میده؟ یعنی اگه من به جای تو بودم، بدون اینکه چیزی بپرسم نگاه میکردم. در ضمن اینجوری خودتم راحت تر میتونی تصمیم بگیری. واسه اینکه اینطوری باهات حرف زدم ازم ناراحت نشو. اینا رو بهت میگم چون که منم یه زمانی به یکی خیلی اعتماد داشتم. نمیخوام شکستی را که من خوردم تو تجربه کنی. مراقب خودت باش سحر. خودتو ننداز تو وضعیتی که من انداختم. ممنونم. بهتره من برم هوا بخورم. میخوام یکم با خودم فکر کنم. سحر، اینجوری که من خیلی نگرانت میشم. اگه میخوای من شمارم و بهت میدم. وقتی احتیاج پیدا کردی به هم زنگ بزن. اگه میخوای تو هم شمارتو بده. باشه؟ باشه.